خدمتتون عرض بکنم که همتونم مستحضر هستید که رقابت های جهانی والیبال در لهستان در حال برگزاری است. به اوج حساسیت خودش رسیده تیم ملی والیبال ایران که بسیار خوب کار کرده در این رقابت ها، موفق هم شده از تیم های بزرگی مثل امریکا و آرژانتین و خیلی از تیم های بزرگ بگذره و تنه به تنه شد در جمع شش تیم برتر هم قرار گرفته. باید ببینیم که در آخر این رقابت‌ها چه مقامی رو تیم ملی کسب می‌کنه، اما رسیدن تیم ملی والیبال ایران در میان قدرت‌های بزرگ در همین جا هم یه شگفتی بزرگ برای جهان والیبال بود، همین که نشون داد والیبالیست ایران چقدر خوب دارن کار می‌کنن که الان انقدر خوب میتونن با تیم‌های بزرگ دنیا رقابت بکنن، چیزی که ما سالیان قبل آرزو داشتیم که بتونیم حتی یکی از تیم‌های آسیایی بگیریم. برای آگاهی بیشتر از اوضاع احوال تیم ملی والیبال و چه اتفاقاتی در رقابت های لهستان افتاده، میریم به هلند خدمت آقای فرزاد فرهادیان، کارشناس والیبال برنامه سود هستیم. آقای فرهادیان خدمتون سلام عرض میکنم، تبریک هم عرض میکنم حضور قدرتمند تیم ملی والیبال ایران که در رقابت های لهستان هم خیلی خوب و عالی بازی کردن تا اینجا کار. از شما میخواستم بپرسم، حالا برای بازی گذشته ما مقابل آلمان 3-0 بازنده شدیم، جایی که آلمانی ها خودشون 3-0 به فرانسه باختن و خیلی ها فکر نمیکردن که ما این بازی رو واگذار بکنیم، و اما در نهایت در پایان برتری 3-0 به نفع آلمان نوشته شد. چه اتفاقاتی افتاد که تیم ما در اون بازی تیم همیشگیش نبود؟ با عرض سلام خدمت شما آقای خسروجدی و بینندگان محترمتون، عرض کنم حضورتون که بازی که ایران در برابر آلمان داشت مشخص میکرد که بچه های تیم ملی ایران چقدر از نظر جسمی و شاید هم ذهنی خسته باشند. ابتدا من باید اینو خدمتون بگم که هر خصوصی ما باید ساعت توقعاتمون رو یه مقداری نسبت به تیم ملی ایران باید پایین بیاریم. تا همین جام بچه های ما واقعا شاهکار کردن، یعنی رسیدن به مقام ششم جهانی به نظر من کار ساده ای نیست. ببینید، ما نمیتونیم یه راه 100 ساله رو یه شبه طی بکنیم. بچه های ما تمام توان و تلاشی رو که داشتن در این مسابقات استفاده کردن. به هر حال ما باید واقعیت رو قبول بکنیم که ما هنوز ابتدای راه هستیم و احتیاج داریم که بیشتر یاد بگیریم و نمیتونیم در اولین، در دومین یا سومین حضور توقعی نداشته باشیم که تیم ایران یکی از سکوهای، البته خب توقع به جاییه، ولی خب رسیدن به سکوهای جهانی کار بیشتری لازم داره و بازی که در برابر آلمان کردیم نشون داد که ما چه نقاط ضعفی رو داریم و این شروعیه واسه والیبال ایران. آقای فرهادیان، خب خود شما تو سطح اول والیبال ایران هم بودید، در تیم ملی هم بودید، با تیم‌های بزرگی هم بازی کردید. می‌خواستم از شما بپرسم نقش سرمربی در زمانی که بازی‌ها گره می‌خوره، تیم می‌خواد که یه ریکاوری بکنه، یا اونجا سرمربیان بزرگ هستن که می‌تونن تیم‌ها از چالش در بیارن و آماده حضور بکنن و با تعویض‌های خوب می‌کنن یا تاکتیک‌هایی که میدن می‌تونن تیمو به یه نوعی زنده‌اش بکنن. نقش‌های کوواچ در بازی با آلمان چطور بود؟ آیا یه همچین وظیفه‌ای رو تونست انجام بده یا نه؟ ببینید آقای خسروجی، متاسفانه در ورزش ما اگه کسی انتقادی داشته باشه، ببینید ما انتقاد دو نوعه. شما یه زمانی هست که اگه واسه منافع شخصی خود مسئله جداست، ولی انتقادی که واسه پیشرفت والیبال ایرانه، متاسفانه بعضی‌ها به عنوان تخریب یا کوبیدن یه شخص نامی برن، در صورتی که اینجور نیست. هر تیمی که به هر حال موفقیتی می‌رسه از انتقادهایی که میشه میتونه راهشو پیدا بکنه و بتونه نقاط ضعفشو یه مقداری ترمیم بکنه. متاسفانه آقای کوواچ شروع خوبی داشتن، ولی در بازی‌های حساس به هر حال دیروز مشخص بود که آقای کوواچ به راحتی نمیتونستن تیم ایرانو هدایت بکنن. یعنی ببینید، تیمی که از نظر جسمی اینقدر خسته به نظر میرسه، شما وقتی نفرات ذخیره رو داریم در این جو مواقعی باید ریسک بکنیم و بتونیم از نفرات ذخیره‌تون هم استفاده بکنیم. بچه‌هایی که داخل زمین بودن، 6 یا 8 نفر از این بچه‌ها مرتب در مسابقات رسمی حضور داشتن و این مشخصه که به هر حال بازیکنم یه
توان محدودی داره و یه روزی میرسه که نمیتونه خوب بازی میکنه. در این مواقع مربی از نفر به هر حال کسایی که به عنوان نفر ذخیره با این تیم همراه شدن جز خوبای ایران هستن و ایشون متاسفانه نتونستن. ببینید تیم آلمان از نظر جسمی واقعا قوی بود و من درسته. فقط از این متاسفم که یه بازیکنی که به خط سرویس میره 8 تا پوان پشت سر هم تیم ایران میگیره. میگم باختن در مسابقات ورزشی عادیه، ولی درسته. در مسابقه والیبال 8 امتیاز پشت سر هم از نقطه سرویس گرفتن به نظر من یه امر غیرعادیه و آی کوچ میتونست یه راهکار دیگه رو پیدا بکنه که بتونه به تیم ایران کمک بکنه. ولی خب در کنار این مسئله به نظر من دستیار آی کوچ هم میگم این مسئله شخصی نیست، ولی به هر حال کسای دیگه هم مثلا در ایران از مربیان داخلی که میتونن بهتر آقای کوچ رو در این جور مواقع کمک کنن و اینجا مشخص میشه. ما میتونیم مقایسه بکنیم زمانی که مرحوم حسین معدنی بود، حسین میتونست خیلی خوب به آقای ولاسکو به آقای کوچ کمک میکنه، ولی متاسفانه در بازی با آلمان خیلی مسائل پیش اومد. میگم در مرحله اول ما نباید سر توقعاتمون رو بالا ببریم، ولی زمانی که تیم جز شش تیم برتر دنیا میشه به هر حال 8 امتیاز پیاپی دادن به تیم مخالف اونم از منطقه سرویس به نظر من یک مقداری غیر عادی. آقای فرهادیان، خب آقای رحمان محمدی ایراد که الان دستیار آقای کوواچ هستن، خب کارنامهشون فکر میکنه انقدر قوی و پروپیمون باشه که بتونه حد این سمت مهم رو داشته باشه؟ آیه خصوصی من نمیتونم راجع به این مسئله نظری بدم، به هر حال این تصمیم فدراسیون والیبال، ولی خب دیروز من از آقای منظمی مدیر تیم‌های ملی شنیدم که به هر حال اگه تیم به ایران برگرده احتمالاً یک کمیته تشکیل میشه و باید روی این مسائل جلسه بذارن و یه راهکار بهتری پیدا کنن. میگم آیه محمدی هم خودش عضو تیم ملی بودن، به هر حال در این رام زحمت کشیدن، ولی برمیگرده به تجارب. یعنی آقای محمدی راد به صورت تجربه در مربیگری ندارن، ایشون هم تمام تلاش خودشون میکنن. میگم من شخصا راجع به کسی نمیتونم نظر بدم، ولی در کل کادر فنی تیم والیبال ایران میتونست بهتر آقای کوچ رو کمک بکنه. البته آقای کوچ هم ایرادای زیادی دارن. دیروز من متوجه شدم که اون هماهنگی که بین بازیکن‌ها قبلا زمانی که آقای ولاسکو بودن، اون همدلی و اون اتحادی که قبلا بود متأسفانه در بازی سختی که در برابر آلمان داشتن نبود. پرخاشگری خیلی زیاد بود و به نظر منم حرف شنوی بازیکن‌ها از آقای کوچ نسبت به آقای ولاسکو یک مقدار کم کرد. آقای فرهادین، خب حالا ما تو والیبال داریم رشد می‌کنیم، تو ورزش‌های دیگه، ولی در نهایت هنوز حرفه کامل نشدیم. فکر میکنید که بازیکنان تیم ملی ایران تو باد بردهای قبلی بودن و فکر میکنن که آلمان هم به راحتی میبرن دیگه، نقش بازیکنان تیم ملی در این باخت چقدر بود در این مسابقه؟ البته خدمتتون عرض کنم که در دنیای مجازی هم بحثای زیادی بود، خیلی به حال انتقادهای زیادی نسبت به بازیکن‌ها کرده بودن. ما مسئله فردی نیست، یعنی ببینید هر بازیکنی که وارد زمین میشه در مسابقات بین‌المللی که تمام نگاه معطوف به این مسابقات، هیچ کسی نمیخواد کم کاری بکنه. ولی ببینید من واقعا به شخص احترام خاصی واسه اون بچه‌ها قائلم و اگه کسی در این ساعت بازی کرده باشه، یعنی میتونه بفهمه که این بچه ها نظر جسمی چه فشاری روشون وارد میشه. ببینید کنار گود نشستن و ایراد گرفتن خیلی راحته، ولی ببینید در مقابل تیمی که دفاع وسطش 2 متر و 11 سانتی متره و شما در این 5 سنت ممکنه 400 تا 500 بار بپرین، همزمان شما باید ساعت بگیریم دفاع بکنیم شیرجه بزنیم، تو اینجور مواقعی کار کشیدن از جسم و ذهن بسیار سخته. بچه های ما تمام تلاش رو میکردن، ولی خب نمیتونیم بگیم که بچه های ما تیم آلمان رو دست کم گرفتن. تیم آلمان واقعا تیم قوی بود از نظر جسمی. اگه دیروز متوجه شده باشین آقای خسروجری، بعضی از بازیکنهای آلمان بالای دست دفاع ایران اسپکاشون رو میزدن،
و کسی که تو این رشته کار کرده باشه میدونه که چقدر باید از نظر جسمی قوی باشی که بتونی اونجا حرکتی در مسابقات جهانی انجام بدی. به هر حال میگم ما نباید توقعمون رو زیاد بالا ببریم، نباید به بچه های تیم ایراد بگیریم. خیلی عوامل هستن که باعث میشه تیم ببازه و ما هم هر روز نباید انتظار داشته باشیم که تیم ایران تمام قدرت های دنیا رو باید شکست بده. ببینیم یه تیمی مثل ایتالیا یا آلمان یا کشورهای دیگه، اینا ثمره 20-25 سال برنامه ریزیشون رو الان دارن اینا به دست میارن. یعنی درسته فدراسیون والیبال ما زحمات زیادی کشید، ولی ما مگه چند سال در این مسابقات بین المللی در این سطح بالا داریم شرکت میکنیم؟ به هر حال راه ما هنوز همواره، ولی خب میگم باید انتقادا سازنده باشه و کسی اینو شخصی به حساب نیاره. امیدوارم که تیم ایران بتونه به اون جایگاهی که شایسته است برسه. ما هم امیدواریم که اتفاق بیفته. واقعا والیبالیست‌های ایران نشون دادن که پتانسیلشون بسیار بالا است و به قول آقای فرمانشاه فرهادیان تو همین جام که رسیدن اگر کار جمعی نبود، اگر سیاست های فدراسیون و کادر فنی نبود، مطمئنا به اینجا نمی‌رسیدن و حمایت های علاقمندان والیبال، بردن تیم های مثل امریکا و صربستان و تیم های بزرگی مثل آرژانتین و ایتالیا کار هر تیمی نیست و کار شبانه روزی می‌تونه. اگه صحبت نمونده آقای فرهادیان، من با شما خداحافظی میکنم. من این مسئله کوچیک میخواستم عنوان بکنم آقای خسروی، در مورد مسئله جسمی که بچه ها خسته هستن. خود مردم هم میدونن این بچه ها در طول سال شاید اینا ممکنه چند روز خانواده هاشون رو ببینن. به غیر از مسئله جسمی، اگه شنیده باشین چند وقت پیش به هر حال بعضی از بچه های تیم ملی ناراحت از این بودن که خانواده هاشون رو نمیتونن درست حسابی ببینن. الان همین مسابقات تموم بشه، از همونجا مستقیم باید برن به مسابقات بازی های آسیایی در کره جنوبی. خب ببینید مسئله ذهن و جسم وقتی اینا با هم ادغام بشن، به هر حال بازیکن به اون صورت 100% نمیتونه در زمین مسابقه کارایی داشته باشه و اینا این مسائل ریز رو ما باید در نظر بگیریم و فراموش نکنیم. امیدوارم که مسئولان فدراسیون والیبال و کارشناسان رشته بالاخره این صحبت های کارشناسان مثل آقای فرهادیان رو جدی بگیرن و یه تمهیدی بیاندیشن که تیم ملی والیبال بتونه در رقابت‌های جهانی آسیایی موفق باشه. آقای فرهادیان صحبت نموندن با شما خداحافظی می‌کنم. ممنونم.